برابر مردم تاجیکستان ما مهمان‌نواز ندیدیم، مهمان نواز. خب و دیگر وقت ما به خوشی گذشته، مردم بسیار مهربان هم رای ما بودند، دوستی و محبت خود بر ما نشان دادند. دیگر ما خوش هستیم تا یک کنیم مفتیدگام شاید اینجا باشیم. زنده باشین، تشکر آقا. اگر زور شد شما هم یکی از مؤسسان این برنامه کنسرتی هستین، خب چی چیز انتظار است مردم رو، دوستداران صدای امازایی رو و این مکتب رو در فردا؟ سلام و درود به اهل شنوندگان رادیو ازیا پلیوس. سپاس برای شما که ما رو به برنامه دعوت کردید. خودم مهمون عزیز خیر مقدم میگم به سرزمین تاجیکستان عزیز. ما راستی خیلی بندی کار بودیم، الان ما تمرین داشتیم ولی دعوت شما را رد کرده نتوانستیم. برای شنوندگان گفتنیم که انشالله بیاین، یک برنامه خوب و جالبه خاطرشون رو شاد میکنیم. بهترین. خب بیاید با رشاد صحبت ادامه میدیم. من میخواستم که شما و پسر شما درباره خودتون قصه کنین که کجا زندگی میکنین، پای چی کار بار هستین. بسیار کوتاه تا شنوندای ما معلومات بیشتری داشته باشن. بله، فعلا ما و فامیلم، خانمم، پسرم یاسین و دخترک مینه در کالیفرنیا میباشیم. باز وقت در شهر ورجینیا می باشم برای یکان سبتا، چون جم استودیوز دوستاس می باشم، اما زیادتر وقت کالیفرنیا می باشم. من روی فرمی بله. دیگه مسئولیت ما فعلا تصمیم گرفتیم که امروی دوستا یا که ما همین سه موسیقی در سالهای گذشته ما چندان فعال نبودیم، اما در نظر داریم که یک پروگرام های کنسرتی مثل یک تور باره، اگر شبه دمی امسال سال 2025 بخیر دیگه ببینیم در تاجیکستان. بله نه آخ، در تاجیکستان هم میشه بخیر، چرا نه، کشورهای دیگر. در تاجیکستان خب ما در نظر داریم که اقل سال یک دفعه دو دفعه پیشتان اینجا میاییم. خوب خیلی یک خاطره خوب ما و بچه ایم و دوستا و امروی شما داریم، اما بخیر از اون اگه خواست خدا باشه در سفرهای اروپا هم یکان پروگرام های اروپا و در شهرهای مختلف امریکا ببینیم دیگر. خب شما دیدین که اینقدر مردم هوسکار و دوستدار و صدای احمدزایی هستن و دیدین که نفرهای خیلی زیاد اشتراک کردن در روی گزمونی که پیشنهاد شد، نفرهای که غیر حرفه‌ای هستن که کسبی نیست، فقط دوستدار صدای احمدزایی هستن. خب به نظر خودتون چه سری محبوبیت احمدزایی؟ چون افغانستان هنرمندان در پایه احمدزایی و در صف احمدزایی هنرمندان خیلی زیاد بودن اون وقت، شما فکر خوب تر میدونین چه سیرش که مثلا بعد چندین ده ساله محبوبیت احمدزایی از میانی کم نمیشه، اینه که در میانی دوستدارانش و برعکس سال تا سال بیشتر میشه، زیاد میشه. بله بله. چه سیر است اینجا به نظرتون؟ بغیر از آواز مقبولش، استعدادش دایسه کمپوز کردن و خوشبختانه برای ما شنوندهش، پدرم در وقت کم همی طول عمرش فعال بودن، دایسه موسیقی فعال بودن. یا حالا پدرم چند کست کشیدن، اگر آهنگای رو دویشانم و مجلسیشان با هم یک جایی که بکنین بسا فعال بودن دایسه موسیقی دیگه. اما سوم و مهمترینش فکر میکنم شخصیتشان بوده و شکستگی اموشان که آدم خاکی بودن. بله بله، نظر خودم است. اطمان سلا جانم اگه بخواهید دمیرسا خوش میشیم که ازشان بشنیم، چون من بسیار میخوام شما نقطه نظر خود رو بایم. خوب ویژگی های احمد زاهر جان بسیار زیاد بود. یکی آهنگساز بسیار بزرگ بود، مثل که جناب رشاد جان پسرشان گفتن، آهنگ های بسیار زیاد با وقت بسیار کم. وقت هنری احمدزاهر جان 33 سال بود زندگیش، ممکن که از 17-18 با آهنگ سازی شروع کرده بودن و در این وقت کم 12-13-15 سال با ده ها حتی با صد ها آهنگ ها درست کرده بودن اینا و بسیار فعال بودن. وقتی که اینا می رفتن به یک استودیوی موزیک، اینا ممکن بود در 2-3 روز 14 آهنگ بخونه. خب بله، آمادگی داشت، کمی میرفت 2-3 روز به
دستگاه یای آصفی که یکی از دستگاه بزرگ هنری افغانستان بود برای ثبت ریکارد و ممکن به 2 روز در 3 روز 14 آهنگ، چون آمادگی یک طرف، داد خداوند دیگر طرف بود، آواز مقبول دیگر طرف بود، با وجودش سر بود، با وجودش ضرب بود، لای بود، بسیار با آسانی کار میکرد. و یک چیز دیگه هم که احمد زاهر جان خودش در ادبیات فارسی و بک‌گراند علمیش، خودش دارالمعلمین، فاکولته دارالمعلمین در افغانستان خوانده بود، یعنی که یونیورسیتی بود که معلم شده بود. بله، اتو شاگرد نبود که بود، معلم بود، ادبیات بسیار زیاد خوب میفهمید، انتخاب شعر میفهمید، معنای شعر میفهمید. بسیار زیاد است که ما گپ بزنم، اما شما سوالایتان میتونید. این وقتم به چیزی بسیار مهم است و که مثلا آهنگساز، هنرمند، آوازخوان از این چیزا با خبر باشد. خب یاسینم، بیاد به صحبت ما امروز شاید که شما به نظر خودتون چی چیزی از باباتون دارین؟ و برای من بسیار خوش آمد وقتی که شما گفتین که نوسای، و همین کلمه را هم بسیار خوشایند است شنیدنش، نوسای احمد زاهر، و ما این کلمه را زیاد استفاده میبریم مثلا در خانواده و چی. خب چی چیزی به نظرتون از باباتون دارین و چی قصه های جالبی از پدرتون، از نزدیکا و از دوستا، از مطبوعات درباره پدرتون، درباره باباتون شنیدین، میدونین؟ از پدر کلان شما تشکر صاحب. و اگه اجازه باشه، ما چون تولد شدم در امریکا، فارسی ام ضعیف است، باز کاکا جانم اینجا که هست میتونه که ترجمانی کنم. خیلی خوب است، هیچ ضعیف نیست. میخوام بفهمم که چی قصه های I unfortunately, because I was so young, I don't have much memories of my grandfather. I don't have any. He passed away before I was born. Yeah. But some of the memories that I do have was shared with my father. Those are the memories that everybody knows in Tajikistan because they're such fans. Yeah. I've learned a lot from my father. In fact, I've learned everything I know from my father. Some of the things that I've gathered from my grandfather actually is pronunciation, how to sing with passion. In fact, I even learned Farsi, how to read and write, because of his songs. I was so immersed in them. So I consider it a pride to be the grandson of such a legend and to be the son of no less of a legend either. Thank you. یاسین جان بسیار مقبول، فارسی هم گپ میزن، اما خودش که خودش بهتر شکسته نفسی میکنه، چون در این زمینه موسیقی جوان است، نو داخل شده، محبت میکنه که من خدمت شما عرض کنم تمام ویژگی های پدر و پدر کلانش در وجود عزیز. خوب وقتی که یاسین جان تمام آهنگ های پدر کلان خوده و از تمام آهنگ های پدر خوده در وجود و در قلب و در خون عزیز، و پدرش بسیار برای عزیز زحمت کشیده، در 12 سال کمرش کار میکنه در انتخاب آهنگ، در راگها و در موسیقی و در هر چیزی که هست، معلوم دار دیگه پدر کلانش که احمد زاهر جان بود دیگه، یه روز زندگی میکنه به نام از او، به افتخار از او، به کیفیت موسیقی از او، به وجود عزیز، به اونمو زندگی میکنه دیگه شکلش. بله، زنده باشید. بخیرم، این صدا چند روز است که در فضای تاجیکستان عزیز تنین میاندازه، و صدای احمد زاهر، و برای که خب یک دوستان خیلی زیاد، دوستان مکتبی احمد زاهر هم گردی هم آورده، و فکر میکنم که برنامه کنسرتی فردا هم بسیار خوب میشد. و در مهمونی ما رشاد زاهر و دوستای دیگری ما، خب فرزند و نبیره اون کس، آهنگساز بسیار خوب و از رهبران یک وقت سروش قرار دارم، و ما صحبت هم میخوام که ادامه بدیم، و من بیشتر میخوام که رشاد زاهر به سوالای ما جواب بدین. خب من یادتون هست خودی پدر دیدار آخرتون، یا که خیلی خرد بودید اون وقت، چی چیز از امو دیدارها و از ایچ تو مونده؟ متاسفانه سنم کم بود، پدرم هم جوان فوت کردن، دور کم ایتان میفهمین، خاطره اگه داشته باشم یک دو سه تا بسیارم چی میگن خواب باره، خواب. اما خوشبختانه از بزرگای فامیل همیش دبوریشون شنیده، معلومات دارم کافی. متاسفانه سن خودم چون کم بود، از طریق البوم های فامیلی یگان
دو وقت 8 میلی میتر کامره ثبت میکنی بدون آواز. یکان ثبتایش داریم اما از خود متاسفانه خاطر زیاد ندارم. مهمتر است خود مادرتون چی میگفت در برای پدر و در برای عامل های جداشوی و رفتن و این چیزا چی میگفتن؟ والا او دیگه موضوع شخصی فامیلی ماست، اما قبرتان گفته میتونم که همدیگر دوست داشتن تا با آخر. خب و هیچ احساس پشیمانی و احساس چی هم در اونا ظاهر نمیشد و شما احساس نمیکردیم که پشیمانی و احساس چی هم در اونا ظاهر نمیشد و شما احساس نمیکردیم که مثلا شما خودتان یک انسان هستین، میفهمید که زندگی هیچ وقت فوق العاده و خوب نمی باشه، بالایی و پایینی در زندگی هر کس وجود داره، نه؟ مالمدار سن هر چقدر که زیاد میشه در وقت انسان پس که گذشته خود سیل میکنه نگاه میکنه خود مالمدار یکان تصمیم هاست یکان چیز هاییست که میگه نیره کاش که نمیشه یعنی خوب کردم که کار او چیز انسانی است دیگه. دیگه دو زیاد در ایسای مادرم خدا بیامرزش یک بغیر از اینکه مادرم بود یک دوست نزدیکم بود و بسیار دوستش دارم داشتم و دارم دیگه برش بغیر از دوستی و چیزا احترام هم بسیار دارم به شخصیت. در مورد درگذشت پدر بزرگتان و اندیشه ها گوناگون است، فرضیه ها گوناگون است و شما هم دیروز در اون کنفرانس یک چیزی آغاز کردین و ادامه ندادین دیگه. خب نظر شما چی است و خانم این فکر شما چی است در برای درگذشت؟ این کدام یک سوی قصد بود، تغریزی بود یا چی بود به نظرتون؟ در برای چی؟ خودی در گذشت پدرتون که مثلا تا حالی هم مثلا بعد چند ده ساله همی فرضیه ها و همی اندشه ها حالی از میان نرفته، این که مردم در این برای صحبت میکنن چون پدری شما را دوست میداشتن دیگه، میخواین که معلومات بیشتر داشته باشن. معلوم دار من و مادرم در سال که پدرم فوت کردن در مملکت جرمنی بودیم. بله ما افغانستان نبودیم در وقت و سن خودم هم کم بود، 9 ساله بودم و خودم وقتی که پدرم فوت کردن دیگه و فامیلم زیاد در برای این موضوع هم روی خودم صحبت نمی کردن مخصوص موضوع سن و چیزا، اما در وقت که سن خودم هم زیادتر شد مثل تمام این میفنایش دوستایش انسان می خواهد بفهمه و بقیقت برسه که در اصل چی شده بود و شما رسیدید به این حقیقت؟ نه خیر، این موضوع بسیار پیچیده و مشکل است، اما تا جایی که معلومات داریم پدرم کشتن. خب در خودی رسانه ها هم وقتی که چون درباره کنسرت شما دیگه مردم همگی صحبت میکرد در برابر مثلا آهنگای استاد احمدزاده را میخوندن، بعضی حکایه و بعضی نوشته ها و بعضی قصه ها هم بودن مثلا در مورد زندانی شدن پدرتون نیست، در این باره چیزی معلومات دارین؟ معلومدار دارم که یعنی میفهم که در کدام سال بندی شدن، اما و حتی عامل های بندی شدن هم میدونین که چی بود؟ والا اومم یک چیز است که زیاد دبارش نمیخوایم تو امروز در این مصاحبه هم رایتان صحبت کنیم. خوب. چون من میخوایم خدا کنه شما از من خفه نشین. نه میفهم که یک اپرچنتی خوب برای شما است کمرای ما است این دوستا هم تم حقتان است که بخواینم یکان سوال های مهم که است جوابایشان داشته باشین، اما امروز یک روز است که من اینجا که در مملکت شما آمدیم نه برای زی که قصه های غمزده و تاریک برای شما یاد آورشم، اینجا رشاد زایر امروی پسرش یاسین و دوستا که آمدیم ما شادی و خوشی برای شما بیاریم و چون سبا کنسرت ماست دلیل که ما یک از دلیلایی که اینجا آمدیم بغیر از که امروی شما صحبت کنیم خدا نکنه که ما هم باری سوال شما رو ناراحت کرده باشم. نه ناراحت در چیرم نارامی میدین؟ نه لبخندم امروی تان هستم بر صورت هرچی که در برای احمد زایر مردم میخواهند میشنوان مالومدار این در زمینه محبت یا نو هست دوست عزیز دوقت همه سوالات جوابش پیدا میش بر فنایش دوستاش، اما امروز یک روز است که بین سر سلبریت کنیم گفته امریکایا انیورسریش است روز تولد و روز مرگ پدرم سباز، من بگم که بین از زنده بودنش از موسیقی زیباش از امو دوران دهه 70 که یکی از بهترین دههای افغانستان بود به نظر من از نگاه موسیقی آزادی دیگه از وقت یاد کنیم و میدونین بیاد یکون چی زمزمه میکنیم بله چی گفتین یک جای خود خیلی بخون
ما خیلی بود که ما میفهمیم ما اصلا ما گفت بگم دوست عزیز که ما فقط این دو ساعت زیاد خونه کردیم آخ سفر چی میکنه بیاد بیاد یاسین مجبور میستیم که چیزی برای ما بخونن چی گفتین یک زمزمه ای کی فکر میکنم بسیار مقبول هر چی که ولی سر زبانتون است هر چی که دلتون میخواد اجرا کنین مرما تشکر زیاد میفهمین ما آمده نیستم که امروز براتون یک زمزمه کنم اما ما خودم سبا میخونم در پروگرام سالگرد پدر کلانم اگر خودتان خواسته بودین میتونین که بیاین بخیر حتما شما هم چیز اجرا نمیکنین گفتم سبا پیشم فردا اگر خوش از کنسرت ما از سالون نبر آمدین اسم ما رشاد ظاهر نیست تمام خب بیاید سر آهنگ یکم چیز هم باشه نه که اگذاره بیاید سر آهنگ ها صحبت میکنیم اما آهنگ هایی که از آن شما هست مقبول ترین و بهترین و مشهور ترینش کدام است بله آهنگ هایی که خود شما والا ما یک چیز در وجود مرحوم احمد ظاهر جان دیدم که متابال اتا با محترم رشاد جان و یاسین جان هم صحبت کردیم ما به یک نتیجه نرسیدیم که کدامش از کدامش بهتر است و به نظر خودتون هم آهنگی که مثلا یکی از آهنگایشون میبخشین که گفتار گرفته باشون بهتر امی نشده باشم و یکی از آهنگای سلا جان ذکریای عزیز که بسیار دوستشان دارم و احترام برشان دارم با هم کار کردیم سالها و بغیر از موسیقی فامیلای ما فامیل ذکریا و فامیل زاید ما با هم از همیش دوستی بوده خیشایی هم است از طریق کاک آصفم خدا بیامرزیشان یکی از آنگایش که مردم هم زیاد خوش کردن و خودم هم آمدار که تمام آنگایشان خوش دارم تو کجایی خودم چند سال پیش خوانده بودم امیدوار است که آنگای رشاد جان میگین یا از پدرشان میگین کدام چه شما سوال دارم از هر دو نه مثلا از کمپوزای شما میگفتم بله از آهنگ از کمپوزای ما تقریبا در ما تقریبا رشاد جان ممکن که به صورت رسمی یک 20 آهنگ مرا اجرا کرده باشن اما به صورت غیر رسمی ممکن که یک 50 آهنگ ما کار کرده باشیم بله و دو برنامه که ما برنامه های بزرگ بود رفتیم در هندوستان و رفتیم در آلمان در هر دو برنامه دو آهنگی که ما اجرا کردیم همکاری کردیم آهنگ اول شد که یکیش آهنگ مده پندم است که شعر از حضرت امیر خسرو بود و در 150 هنرمند بود که آهنگ محترم رشاد جان اول بود و آهنگ دومش تو کجایی است که او هم تقریبا آهنگ تاپ از اون محفل شد که بسیار یک موفقیت نه تنها بر رشاد جان داد که بر ما در رشته هنر ما بر ما بسیار یک زیبایی نشان داد بله. خب میدونید ما بعضن وقت مشاهده میکنیم که وقتی که مثلا آهنگ های کسی اجرا میکنن اصلا فرزندانی که اصلا نمیخوان که آهنگ پدرشون کسی دیگر اجرا کنه خوشبختانه است متاسفانه است ما هم میانی آوازخوان های تاجیک این گونه نفرا را داریم که وقتی که آهنگ های پدرش اجرا میکنی بسیار ناراحت میشن نمیخوان و حتی زنگ میزنند و میگن که نخوان و دیروز دیدیم که افتخار باید باشه بله من همین پرسیدم بدن که نفران خیلی زیاد سوال بسیار خوب کردین ما میفهمیم دیشب دوست ما امروی است تمام همه ما دیشب تا وقت امروی دوستای تاجیکستان خود بودیم و چقدر خوانده بودم شما من فکر میکنم یک شش هفت آوازخانشان با بگفته شما همی آهنگای پدرم هم میخوندن اقه مقبول خواندن یعنی راست بود برتا بگیم میای جانم خیسته بود ولی اندازه ما چطور نارام شدم هر چقدر که از پدرم یاد میشه به این جای افتخار برای نتانا ما برای فامیل زایر است برای من هم همیشه مایه حیرانی من هم هست بلی که بلی چرا بعضی هم مثلا یا شاید فکر میکنن که در زمینه شهرت یا نفر یک کس شهرت یار میشد و آنا از چیزی بی‌نصیب میمونند شاید همین خیلی فکر میکنن نمیدونم ولی به هر صورت شما شهرت هم خوب چیز هست اما دیگه با مون شخصیت تعلق داره کمی یک آوازخوان یک موزیشن امی هدفش چی است که در دنیای موسیقی داخل میشنه یکی فقط برای شهرت است
هزار کس گفتم دلیلش فرق میکنه. بله. خب در افغانستان هم نفران خیلی زیاد هستن از بین اوسخونو که بیرون از افغانستان زندگی میکنند و در داخل هم هستن که این مکتب خوش دارن، دوست دارن، احترام میکنن، بله، اجرا میکنن. به نظر شما کدام از اونها موفق تر است در این راه؟ والا من اینو گفتن نمیتونم. اینو جوابش فقط مردم تاجیکستان، مردم افغانستان، مردم ایران، کسایی که شنوندهش هستن، فارسی زبانا میتونن اینو بگن. اما دگایی رو برای ندونید در مورد تقلید اکثریت غوزخانهایی که شروع میکنن من خودم میبخشین گفتن من خودم میتونم مثلا من میفهم ذوق ما چی هست ای که در موسیقی ای سوال شما که هست که ذوق کار دارنه بله این حالا مثلا ما بگم شاید آواز از این خواننده خوشم مزی کرده دیگه که کار نمیکنم اکثر یک اصلا نمیخوایم از خود خفه بسازم خب اما راست براتون بگم همی همه ایشان خوش دارم بعضشان موسیقیشانه یعنی آوازشانه خوش دارم اما بعضشان باز دوستای نزدیک ما هستن در امریکا واره باز دوستام دارم یعنی یک رفاقت از بین ما دیگه موفقیت همه ایشانه میخوایم دیگه خب در مورد فکر میکنم که خودی فرزند یک شخصی مشهور بودن مخصوصا با احمد ظاهر که با بعضی و دیگر هم دارن مثلا گردی نامشون آوازه ها و چیزا بود بودن من امیدونم کدام یک آوازه و گپ و خبری که شما را خیلی ناراحت کرد و شما واکنش نشان دادید این گونه اولاد بود؟ خب معلوم دار طوری که شما گفتین بسر یک لجند یک مرد مشهور به اندازه که پدرم مشهور بود یک نابغه و برای هیچ کس کار آسانه اما پس سر مهدف میم ما از مخوردی عاشق موسیقی بودیم و اگر متوجه شده باشیم ما در سالهای گذشتان فعال نبودیم بله ما بساری وقت فقط با فامیل با دوستا مجلسی ها یا ساز میکردیم برای خود یعنی و رفیقا و فامیل چی میگن شهرت پرستی و چیزا یک آدم خاکی است از اون نگاه خوب آها. و کی شما به خلاص اومدین که باید اما آله که از خسن هم زیاد شده میره خب هرچی نباشه گفتم عشقم از موسیقی با ما دوستا با هم کار کردیم فعال هستیم سه موسیقی چرا آدم گفتی امریکا میره شعر نکنه امرای مردم خود دیگه زمین خاطر پیشترم که یاد کردم تصمیم گرفتیم که در سی موسیقی فالتر باشه مزید بود بهترین زندگی خوب. نامعلوم است دیگه نه؟ بله بله شما هنرمندان خیلی زیادی ما را گوش کردین دیدین شاید با هنرمندان خیلی زیاد غیر از شاد ظاهر بود نفرهای دیگر هم همکاری دارین شاید خب چی هست همون اسرار موفقیت یعنی چی چیزه باید اونا همیشه یاد داشته باشن یک هنرمند اگر خواهد شهرت یار شد اگر خواهد که بعدی نمیدونم چند ده ساله نیز مثل احمد ظاهر سروتاش زنده باشن در دل مردم خودش زنده باشد چی را باید در یادش داشته باشد و چی کار را باید حتما امروز انجام دهد اولا ما و شما امروز صحبت از موسیقی است موسیقی علم است و ما همیشه بر افغانا بر هنرمندا من حیث یک برادر من حیث یک آهنگساز کوچک بر از اینا گفتیم که علم بیاموزین اگر علم موسیقی را شما نمی آموزین و شما نوتشن های موسیقی را نمی فهمین و شما اکتیو های موسیقی را نمی فهمین اما شکسپیر می فرمود می گفت که دو جنا داره موسیقی اگر موسیقی را برای شهرت کار میکنین این بسیار پیش نمیره این شهرت است اگر موسیقی را برای موسیقی و علمش کار میکنین این بسیار بالا میره هنرمندان موفق شما همیشه دیده باشین که اگر علمشان بالا باشه موسیقی و ادب پایه به پایه را میره ادبیات بسیار جز مهم موسیقی است شما ببینید ویژگی های بزرگوار احمد ظاهر شهید به این بود که با ادبیات بسیار قوی میفهمید با انسان های سرکار داشت که ادبیات از اونا بسیار قوی بود مثلا نینواز بزرگ و عالم موسیقی هم بود و عالم ادبیات بود فرزند احمد ظاهر جان با ترانه ساز با نینواز و با امثال هنرمندان بزرگ افغانستان بهترین ها را در دور خود بهترین ها به دورش بود
مثلا شاعر بزرگ و سیاستمدار بزرگ افغانستان جناب پژواک نامش بود. ای با مجالس از او میرفت، در مجالسی که جناب خلیل الله خلیلی، شما میفهمید که شاعر معاصر شرق است، نه تنها در افغانستان، در ایران نام داره، در تاجیکستان نام، با اونا سر و کار داشت، از اونا یاد میرفت، با اونا میاموخت، با اونا شعر میکرد، موسیقی را میاموخت، میشیشت، یاد میگرفت. موفقیت اول در موسیقی است که شما باید بیاموزین، استاد داشته باشین، از استاد یاد بگیرید موسیقی. بله. خب یاسین جان، دیدین که پیش شما چقدر یعنی طلبات بسیار جدی گذاشته شده که به خاطر موفق شدن چقدر قدم ها و زینه ها را باید بگذارین و خب هم نشینانی که ها باشین. فکر میکنم که شما نفر خیلی خوشبخت هستین که اینا را کنارتان دارین و فکر میکنم که در ادامه نیز موفق میشین. اصلا از روی اختصاص هم شما در سمت موسیقی تحصیل کردین یا چخل؟ بله. کجا تحصیل کردین؟ این کدام رشته؟ From what I gathered, you asked me about what I've studied and how far I've come along in music. To answer those questions, I'm a recent graduate. My field is computer science, and I'm just now getting immersed into music. It's been one of my biggest passions and pursuits. With the help of my uncle, with the help of my father, I feel it'll be a prosperous journey, and I'm looking forward to being immersed in it. جوزاست مترجمه کنم. بله شروع میگم. یک جوان هستم که ناو در ایرسا کوشش پدر و مادر یاسین جان همیشه به این بوده که این درس و تعلیمش باید بسیار بلند باشه. یونیورسیتی را اینا با کامپیوتر ساینس، کامپیوتر ساینس فارغ تحصیل شدن و در امی اواخر زیادتر خوابالتر معلومدار وقتی که در با پدر خود هستن، از پدر خود بسیار یاد گرفته، چیزایی که پدرش یاد داده، تمام چیزایی که مهم است در موسیقی پدرش برشان یاد در پالی ازو. در این اواخر، در این 10-12 سال 8 سال که است، استادای بزرگ مثلا استاد توریالای ضرب نواز است با ما و با یکی از بهترین طبل نوازهای ما افغانستان است، با امرایش کار کرد، امرای ما کار کرده، یک جایی کار کردیم، باش میشینیم روز به روز، انسان داخل موسیقی شده، از موسیقی از چوک و امروز خودش یک استاد داره، استاد هندوستانی است که موسیقی است، امرای از او کار میکنه با داخل کامپیوتر و با اینا دیگه. بسیار یک شروع مقبول و آستاستاد، جهان موسیقی بسیار بزرگ است، اما این داخل شده الحمدلله که از پدر خود از همه یاد گرفته، با ما هم کار بوده. زنده باشین. خب امیدوارم که صحبت جالب داشتین. بیاید ببینیم که حرف آخر شما برای امروز، برای شنونده های ما، برای اونایی که فردا میان کنسرت چی است؟ چی تمنا دارین برای مردمی تاجیکستان که واقعا هم ببینین با گذشت چندین سالها محبتی ترانه و سرود و آهنگ و هنر احمد زهیر در دلشون کم نشده است و ما گروه، شما هم شاید گفتن برای شما که گروه های هستن که اونا سر چند وقت میشینن و فقط سرودای احمد زهیر زمزمه میکنن، اونا دیگر در اشعارشون دیگر میچند روز آخر سرودای دیگر نیست. ما میشنویم نشان و از ایشان بسیار لذت میبریم. در بیشتر سوالاتان را جواب بدم، میخوایم از شما تشکری کنم، از استودیوی زیبایتان و از کسایی که همراهیتان کار میکنن که همین شرایط مایا ساختین برای ما که بتانیم با هم چند لحظه یک جای باشیم. دومی که چی گفتنی برای شان دارم، برای مردم تاجکستانم، اگر وقت داشته باشن بیاین در انیورسری پدرم سبا شب، یک چیز وعده برشان میکنم که ما پسرم و دوستای دیگه که میخوانن از دل جان برشان میخوانیم. آهنگای شاد مست هیچ امکان نداره که از اونجا تو خوش نبراین. این هدف است دیگه، هدف زندگی خوش بودن است. زنده باشین. اگه یک شام باشه که با هم یک جای هستیم باشیم، برای ما جای افتخار میباشه و امیدوار هستم که بیاین و با هم یک جای یک شب زیبا داشته باشیم. زنده باشین. خب اینجا که من در کز اوشو شما میتونین که با یک بار یادرس شاین ساعت و فردا ساعتی برنامه کنسرتی را. تشکر زیاد. فردا پگاه یعنی ساعتی 7 بگاه برنامه کنسرتی شروع میشود. ما این زمان حوزی پس از برنامه به تمرین میرویم، وقتی ما بسیار کم مونده است.
اگر اجازت باشد با اجازت شما زنده باشین. ما همه مخلصان را پگاه ساعت 7 بیگاه منتظریم. زنده باشین. تشکر میگم از همه شما. سپاس که اومدین و امیدوارم که این گویا که یک اندازه یکی ذوق و خواهشی مردم خیلی زیاده که ما چند روز پیشتر اینکه براشون اعلان دادیم که فلان نفران میان انتظار بودن و امیدوارم که این صحبت بومو نشر میکنیم در صفحه های دیگر در اینترنت و البته شما هم خودم تماشا میکنین و در شهرها هم میخونین که چی مینویسن و فکر میکنم که چیزی به جز اون نمینویسن که مثلا احمد ظاهر خیلی بزرگ بود و این سرودها این ترانه ها دیگه نه یک 5 6 10 ساله که دیگه تا وقتی انسان ها هستن مقبول اونها است، در دل اونها است و این سرودها اجرا میشوند و شاید چندین نسل آوازخوانها ها در پیروی از مکتب احمد ظاهر پیدا میشوند و شاید بعدتر روی خود رو پیدا کنند، ولی پیروهایی که اونها را با شوق به سوی هنر و سند میبرد شاید همین پیروهای احمد ظاهر است. زنده باشین. براری کار برای همه شما. سلامت باشین. تشکر از شما و تمام کارگردان. زنده باشین. روز خوش براتون. خوب سامعین عزیز، ما در صحبت داشتیم استاد بسیار عزیز و ارجمند رو، خب از فرزند احمد ظاهر و نوسهشون و آهنگساز و خب از تشکیل کننده و این برنامه کنسرتی و امیدوارم که صحبت جالب بود و نوار اینا شما البته